به مجموعه خبری ساعت ده از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. گزارش تازه سیگر درباره اوضاع افغانستان. در بخش از این گزارش آمده که امارت اسلامی در جریان سه سال گذشته بیش از 1300 دیدار دیپلماتیک با مقام های بیش از 80 کشور جهان داشته که بخش اعظم آن با چین بوده. گزارش سیگار نشان دهنده عزیز که در طول سه سال امارت اسلامی افغانستان بسیار فعال و مثبت بوده. مسئولیت جامعه جهانی است که باید صدای زنای افغان را به خوبی بشنوند و بتوانند کار کرده. واکنش امارت اسلامی به اظهارات دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی میگوید حکومت سرپرست در بخش تأمین امنیت مسئولیت خود را انجام داده. پیشتر دبیرکل این سازمان گفته بود به نظارت از تهدیدات و چالش های ناشی از خاک افغانستان ادامه میدهد. الحمدلله افغانستان اوسمند د افغانستان له خاورې نور هیوادونو ته تهدید او ګواښ نه دی متوجه او موږ د خپلو پولو امنیت خوندي کړی دی له دې اړخه د ګاونډیان تشویش نه لري. برگشت بیش از 700 هزار مهاجر افغان از پاکستان در بیشتر از یک سال پسین. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد شرایط مهاجران افغان در ایران و پاکستان را وخیم خواند. بازگشت مهاجران باید همیشه داوطلبانه و در شرایطی از امنیت و کرامت باشد. برای کسانی که می خواهند برگردند برنامه های ادغام مناسب ضروری است. و جان باختن 25 تن در نتیجه انفجاری در پاکستان. بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. گروه آزاد بخش بلوچ مسئولیت آن را پذیرفت. من شمس همانی هستم. وقت شما بخیر. اداره بازرسی ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در گزارش روبوارش به مسائل چون حکومتداری، قانون امر به معروف و نهی از منکر، تعاملات بین المللی و امنیت افغانستان پرداخته. سیگر به نقل از مؤسسه واشنگتن برای خبر نزدیک گفته که در سه سال گذشته مقام های حکومت سرپرست بیش از 1300 بار با مقام های بیش از 80 کشور دیدار دیپلماتیک داشته اند که بیشتر این دیدارها با چین صورت گرفته. این گزارش عدم تمایل در این گزارش عدم تمایل حکومت سرپرست به پذیرش معیارهای بین المللی در بخش حقوق بشر از علتهای ناروشن بودن آینده افغانستان گفته شده. امارت اسلامی تا اکنون در این باره چیزی نگفته. اداره بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارش روبوارش از افغانستان به موارد چون حکومتداری، قانون وزارت امر به معروف و نهی از منکر، تعاملات بین المللی، آموزش و امنیت افغانستان پرداخته است. سیگر در این گزارش به نقل از مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک نگاشته است که مقامهای حکومت سرپرست از زمان حاکمیت دوباره در افغانستان تا اگست سال روان میلادی 1382 دیدار علنی دیپلماتیک با مقامهای نزدیک به 80 کشور داشته است که بیشترین این دیدارها با همتایان منطقه‌ای افغانستان بوده است. گزارش سیگار نشان دهنده عزیز که در طول سه سال امارت اسلامی افغانستان بسیار فعال و مثبت بوده و هر قدری که نشست ها با کشورهای منطقه و جهان زیاد و زیادتر شود همان قدر هم به نفع امارت اسلامی افغانستان است و هم به نفع مردم افغانستان. در بخشی از این گزارش سیگر گفته است که به علت عدم تمایل حکومت سرپرست افغانستان به معیارهای بین المللی در بخش حقوق بشر، راه رو به پیشروی افغانستان ناروشن بوده و سازمان ملل متحد در مسیر پشتیبانی از مردم افغانستان با چالش های مواجه شدند. در این گزارش آمده است که قانون اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر محدودیت بر حقوق بشر و آزادی های اساسی زندگی عمومی را گسترش می دهد. مسئولیت جامعه جهانی است که باید صدای زنای افغان را به خوبی بشنوند و بتوانند کار کرده و حکومت امارت اسلامی همچنان باید به خاص زنا توجه کنه. هرچند امارت اسلامی تا اکنون در این باره چیزی نگفته است، اما پیش از این وزارت امر به معروف و نهی از منکر انتقادات برخی از کشورها و سازمانها از جمله یونما را بر قانون تازه این وزارت بیجا خوانده بود.
وزارت خارجه ازبکستان میگوید نماینده ویژه این کشور برای افغانستان با سفیر بنگلادش درباره چشمانداز روابط دو کشور در مسئله افغانستان و تلاش های جامعه جهانی برای بهبود وضعیت در افغانستان گفتگو کرده اند. سفیر بنگلادش در ازبکستان در این دیدار تلاش های ازبکستان در ایجاد صلح و ثبات بلند مدت و موقعیت منطقه‌ای یک پارچه در مسئله افغانستان را ستوده است. امارت اسلامی نیز موقف مثبت ازبکستان در قبال افغانستان را می ستاید و می افزاید که خواهان روابط نیک با همه کشور هاست. نماینده ویژه ازبکستان برای افغانستان با سفیر بنگلادش پیرامون وضعیت کنونی افغانستان، چشمانداز روابط ازبکستان و بنگلادش در مسئله افغانستان و تلاش های جامعه جهانی برای بهبود وضعیت در افغانستان گفتگو کردند. در خبرنامه وزارت خارجه ازبکستان آمده است که سفیر بنگلادش در ازبکستان در این دیدار تلاش های ازبکستان در ایجاد صلح و ثبات بلند مدت و موقعیت منطقه‌ای یکپارچه در مسئله افغانستان را ستوده و دو طرف علاقمند شان را برای ادامه گفتگوهای دو جانبه پیرامون افغانستان ابراز کردند. ازبکستان غواړي چې پوسنی شرایطو کې د یو ښه گاونډي مسؤلیتونه ادا کړي. په ګنشمیر سازمانونو کې په ګنشمیر ملاقاتونو جلساتو کې ازبکستان د افغانستان پر نف باندې خبرې کړي دي. د افغانستان مثبت تصویر نړیوال ته رسول دي. یعنی پر دواړو بدون کې هم اقتصادي برخه کې ازبکستان مد نظر نسی، هم سیاسي برخه کې افغانستان مد نظر نیول. امارت اسلامی نیز موقف مثبت ازبکستان در قبال افغانستان را می ستاید و می افزاید که حکومت سرپرست موقف واقعی بیانیه کشورهای منطقه در مسائل افغانستان را به دید مثبت می بیند و خواهان روابط حسنه با همه کشورهاست. ازبکستان و نور هغه هیوادونه سپر نړیوالو استیجونو او کنفرانسونو که د افغانستان په تړاو واقع بینانه موقف اختیاروي او له نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو په رغولو کې رول ادا کوي. موږ د دغه اقدام قدردانی کوو. موږ هم له ټولو هیوادونو سره د ښو تعاملاتو غوښتنه کوو. این در حال است که رئیس جمهور ازبکستان نیز در 11مین نشست سران کشورهای ترک در بشکک پایتخت قرغزستان ایجاد راهکار ارتباطی منظم برای حل چالش های افغانستان را مهم خوانده و گفته بود که موضوع افغانستان باید در مرکز توجه سازمان های کشورهای ترک باشد. معاون سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به اظهارات دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی میگوید هیچ تهدیدی از افغانستان به کشورهای دیگر مواجه نیست. عبدالله فطرت می افزاید که امارت اسلامی در بخش تأمین امنیت مسئولیت خود را انجام داده و کشورهای همسایه نباید از این ناحیه نگرانی کنند. پیشتر دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی گفته بود که این سازمان به نظارت از تهدیدات و چالش های ناشی از خاک افغانستان ادامه می دهد. امارت اسلامی در واکنش به اظهار نگرانی دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی پیرامون تهدیدات از خاک افغانستان میگوید که از افغانستان به کشورهای دیگر هیچ تهدیدی وجود ندارد. معاون سخنگوی امارت اسلامی میافزاید که حکومت سرپرست در بخش تامین امنیت مسئولیت خود را انجام داده و از کشورها میخواهد که در این باره نگرانی نداشته باشند. حمدالله فطرت همچنین مسئله قاچاق مواد مخدر را موضوع جهانی خوانده و میگوید که همه کشورها باید به گونه مشترک درباره این نگرانی ها همکاری داشته باشند. الحمدلله افغانستان اوسمند د افغانستان له خاورې نور هوادونو ته تهدید او غاښ نه دی متوجه او موږ د خپل پولو امنیت خوندي کړی د لدی اړخ دي ګاونډیان تشویش نه لري. د کاچاک ته مخنیوي په موخه مهم ځینې ګامونه اخیستي د خدای کاچاک یو نړیواله ننګونه ده. په کار د ټول شکل هوادونو په ګډه د دې ننګونې په اړه اقدام وکړي. روز پیش نیز خبرگزاری تاس روسیه به نقل از دبیرکل سازمان امنیت جمعی نگاشته بود که این سازمان به نظارتش بر چالش ها و تهدیدات ناشی از افغانستان ادامه می دهد. او همچنین گفته است که این تلاش ها از طریق گروه کاری شورای وزیران خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی هماهنگ می شود. امارت اسلامی دوم طی 3 سال هم تشویش های روسیه و سایر کشورها در عرصه تروریسم و مواد مخدر رفع ساخته و فعلا که اونا باز هم میخواهی موضوع را ابراز نظر بکنه، بخواهی که طرف افغانستان سرحدات خود مستحکم بسازه. به نظر ما یک محض میخواهی که یک شکلی بر حکومت افغانستان بده که اونا در پشت اینمی مسائل یک مسائل استراتژیک دیگه هم داشته باشه. این در حالی است که پیش از این دبیر کل کشورهای مستقل مشترک المنافع نیز از طرح سازمان پیمان امنیت جمعی مبنی بر ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان پشتیبانی کرده بود.
کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از برگشت بیش از 700 هزار مهاجر افغان در بیشتر از یک سال پسین از پاکستان خبر داده. این نهاد گفته از این میان بیشتر از 26 هزار تن آنان به گونه اجباری از پاکستان اخراج شده اند. در سوی دیگر سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز شرایط مهاجران افغان در ایران و پاکستان را وخیم خوانده و بر پیشگیری از اخراج اجباری مهاجران افغان تأکید می‌ورزد. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که در بیشتر از یک سال گذشته 761,200 تن از مهاجران افغان از پاکستان دوباره به کشور برگشتند. بر بنیاد این گزارش از این میان بیشتر از 36,000 تن از این مهاجران به گونه اجباری از پاکستان اخراج شده اند. داس یو میکانیزم جوړول پکار دی کاینده کی دغه شان دی کوم حالات راځي نو باید افغانانو ته په افغانستان کې د سوګنې لپاره د ځای زمینه برابر شي د کار کولو او یا که د کار کولو زمینه نه وي تر داسې یو نیټې یا مودې پورې چې دغه افغانان هلته په خپلو پښو درېږي ځان ته یو کار روزګار برابروي باید د دوی مالی ملاتړ وشي. در سوی دیگر سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که شرایط مهاجران افغان در ایران و پاکستان وخیم است. نصر احمد فایق همچنان بر پیشگیری از اخراج اجباری مهاجران افغان تاکید می‌ورزد. بازگشت مهاجران باید همیشه داوطلبانه و در شرایطی از امنیت و کرامت باشد. برای کسانی که می‌خواهند برگردند برنامه‌های ادغام مناسب ضروری است. در همین حال برخی از مهاجران افغان در پاکستان نیز از آنچه بدتر شدن شرایط برای آنان میخوانند انتقاد میکنند. کسب وضعیت مهاجرین در پاکستان خوب نیست به دلیلی که بسیاری از هموطنان ما در معرض اخراج قرار دارند و تعداد زیادی هم در این روزا در توسط پلیس بازداشت شده و تلاشی خانه میشه و کسانی که غیر قانونی باشند را اخراج میکنند. این در حال است که پیش از این رئیس کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای افغانستان از پاکستان و ایران خواسته بود تا از اخراج اجباری مهاجران افغان دست بردارند. عرفات جمال همچنان بر رفتار مناسب با مهاجران افغان در کشورهای همسایه تاکید ورزیده بود. جنبش اعتراضی چمن به تاریخ 22 ماه روان میلادی به هدف به دست آوردن حقشان حرکت جدید را آغاز میکنند. اعتراض کنندگان میگویند هدف اصلی این حرکت برآوردن شدن خواستهای آنان از سوی حکومت پاکستان است. اعضای احزاب ملیگرا در واکنش به بازنشدن گذرگاه چمن سپین بولدک از سوی حکومت پاکستان در نشست خبری در چمن گفتند که اگر پاکستان به وعده های خود مبنی بر باز شدن این گذرگاه به زودی عمل نکند و این گذرگاه مانند گذشته برای رفت و آمد با تذکره و شناخت کارت برای آنان باز نشود، آنان به تاریخ 22 ماه روان میلادی برای به دست آوردن حقشان به شمول باشندگان چمن یک حرکت قوی را آغاز خواهند کرد. کچیری در 22 تاریخ پوری دی دمړ سره په دې کار کې کړي وعده وفا نه کی نو ګرام صافیان ورور دا د پرلط کمیټي په دې حواله خپل عمل دی خپل طریقې کار دی په دې مجلس سره سوي دی پر 22 تاریخ په در ټول ولس په مخ کې موږ د خپل عمل اعلان دی توشیر چې موږ څه کولای شو څه نس کولای. شمار دیگری از اعضای جنبش اعتراضی چمن میگویند که اگر حکومت پاکستان خواستهای باشندگان چمن را نپذیرد عواقب خوبی در پی نخواهد داشت. نو کچیر تداول نس نور مجبوره که بیا با داول خپل ننگ خپل غیرت را پورته کی دا و بیا په دا کلا هم در ننوزی دا و بیا په دا تانه هم در ننوزی دا و بیا ستا پارغ دفتر در ننوزی ولاکه دی موتر بیا پر رو دولایز اچ هر امن وسو هر خواه ول هر دا دی تشدود ولوری تا دا کام دا و لس مجبور سو بیا دا پاکستان ریست زی مواردی بیا دا پاکستان و کمرانان زی مواردی بیا پا چمن کی بلگیری زی مواردی بیا دی سی زی مواردی. جنبش اعتراضی چمن بیش از 13 ماه می شود که به خاطر الزام ساختن پاسپورت و ویزا در گذرگاه چمن سپین بولدک اعتراضاتشان را آغاز کردند و هنوزم ادامه دارد. با ادامه خبرها تا دقایق دیگر برمی گردیم.
دوباره خوش آمدید. امارات اسلامی از تصمیم هند درباره افزایش ترانزیت از طریق بندر چابهار استقبال میکند. معاون سخنگوی امارات اسلامی میگوید افغانستان خواهان روابط قوی اقتصادی و بازرگانی با تمام کشورهای جهان است و بندر چابهار نیز برای امارات اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد. با این حال وزارت صنعت و تجارت آمار میدهد که در 10 ماه نخست سال روان میلادی به ارزش 650 میلیون دلار داد و ستد با هند انجام شده. پس از اظهارات سخنگوی وزارت خارجه هند درباره چگونگی استفاده بندر چابهار به افغانستان، امارت اسلامی میگوید که حکومت سرپرست خواهان روابط قوی بازرگانی و اقتصادی با تمام کشورهای جهان از جمله هند است. معاون سخنگوی امارت اسلامی میافزاید که بندر چابهار برای افغانستان اهمیت خاص اقتصادی دارد و مسئولیت خود را در توسعه این بندر انجام خواهد داد. چابهار بندر در افغانستان لپاره ډیر اهمیت لري او یو مهم تجارتي او ترانزیتي بندر ده. د هند دغه نیت چې غواړي د چابهار بندر له لارې ترانزیت ته لا پراختیا او وده ورکړي، موږ یې هرکلی کوو. موږ هم له خپل اړخه سي په دې برخه کې کوم مسؤلیتونه راته راځي دي، غواړو هغه پر وخت ادا کړو. تجارت افغانستان با کشور هندوستان تا 10 ماه سال 2024 حدود 650 میلیون دلار بوده که 447 میلیون دلار آن را صادرات و 203 میلیون دلار آن را واردات تشکیل می‌دهد. اقلام عمده صادراتی افغانستان به کشور هندوستان عبارتند از انجیر خشک، هنگ، زعفران، کشمش، زیره سبز، بادام بوده. همزمان با این اتاق زراعت و مالداری میگوید که برای افزایش تجارت با هند نیاز است تا امارات اسلامی سهولت‌های بیشتری را در بخش ویزی تجارتی و سهولت‌های بانکی برای بازرگانان ایجاد کند. از مسیر واگام اگر میره روزانه 5-6 موتر اجازه میتن، فیزیکی تلاشی میشه و در پهلویش بزرگترین مشکلی که تاجر ما داره در بخش ویزی هندستان است. اگر هندستان به تاجر ویزه بده، تاجر پولایشان فعلا در هندستان بند است، برن پشت پول خود از او پرسان کنند. ما از رهبری امارات اسلامی خواهشمند هستیم که راه های بدیل به خاطر صادرات بالخصوص بندر چابهار و بنادر دیگه و راه های بدیل دیگه که ما از طریق کوریدور هوایی بتونیم به هندوستان به شکل متواتر صادرات داشته باشیم، بالخصوص صادرات سنگ‌های قیمتی و همچنان صادرات میوه خشک قالین ما که به شکل مداوم به هندوستان باشه. روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه هند در نشستی از روابط دیرینه این کشور با افغانستان سخن زد و بر همکاری‌های بشردوستانه هند با مردم افغانستان نیز تاکید کرد. رفت و برگشت کوتاه. دوباره خوش آمدید. جمعیت هلال احمر افغانی به همکاری مالی فدراسیون جهانی صلیب سرخ برای 288 خانواده زلزله زده در هرات خانه ساخته. این خانه ها که در 3 روستای زلزله زده ولسوالی گلران هرات ساخته شده بیش از 100 میلیون افغانی هزینه دارد. شماره از زلزله زدگان در این ولسوالی میگویند در بیشتر از یک سال پسین زندگیشان را در بی سرپناهی به سر برده اند. این خانه ها به تازگی از سوی جمعیت هلال احمر افغانی در ولسوالی گلران هرات برای زلزله زدگان ساخته شدند. نزدیک به 290 خانه که 102 میلیون افغانی هزینه ساختان شده است. پخته خانه ها را دیدیم و هر یک روپه و پیسه که مسلمان ها کمک کرده یا دیگه جوانب کمک شده، الحمدلله به جای خود مصرف شده. این خانه ها به کمک مالی فدراسیون جهانی صلیب سرخ ساخته شدند. مسئولان این فدراسیون به کمک بیشتر با زلزله زدگان هرات اطمینان می دهند. وقتی که یک بحران به وجود می آید، مردم متاثر می شوند و زندگی خود را از دست می دهند و برخی از مردم خانه‌هایشان را از دست می دهند. اما ما جمعیت هلال احمر افغانی و شرکای کاری آن را همکاری می کنیم تا برای این لحظات بحرانی غلبه کنند. کلا به بسیار شفافیت جمع شده، حساب داده شده برای رئیس الوزرا صاحب جدا حساب داده شده است، برای امیرالمومنین سو مبارک جدا حساب داده شده است. کلا به حساب حسابی برای مردم به سر مردم تقسیم شده، توزیع شده که این نمونه از زلزله زدگان در ولسوالی گلران هرات یک سال را با بی سرپناهی سپری کردند. آنان خوشحال هستند که همزمان با رسیدن زمستان و سرد شدن هوا صاحب خانه شدند.
قبلا که خونه ها نداشتیم، کل ما مردم بیشتر اثریت نه خیمه نداشت، بیشتر که دشت اگر دو خونه بارسه خونه ما داخل یک خیمه زندگی میکردن. همین زمستان بسته ما با تمی خیمه ها زندگی کردیم. هر چی بگی سخت بود، چیزی با خیمه بود، این چیزی این خونه هایی که شکسته بود و درست کرده بود با بازی خونه ها میرفتیم شب خورتیر میکردیم. زمین لرزه های ویرانگر سال گذشته در کنار ولسوالی زندجان هرات، ولسوالی های انجیل، کشک ربادسنگی و گلران را نیز لرزاند و صدها خانه در این ولسوالی ها ویران شدند. با اینکه در یک سال پسین هزاران خانه برای زلزله زدگان در هرات ساخته شدند، اما بخشی از آسیب دیدگان زمین لرزه به دنبال از دست دادن خانه هایشان تا هنوز بی سرپناه هستند. دوباره برمیگردیم. ادامه خبر ده از طلوع نیوز. بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگر گفته خواهان توقف فعالیت هایش تا پایان سپتامبر سال 2025 میلادی در افغانستان است. سیگر در گزارش تازه‌اش کاهش 82% کمک های آمریکا برای افغانستان را علت اصلی توقف فعالیت خود عنوان کرده. همچنان این نهاد اعلام کرده که آمریکا در سال جاری میلادی بیش از 885 میلیون دلار کمک بشردوستانه به افغانستان در نظر گرفته. در این میان وزارت اقتصاد امارت اسلامی با آنکه کمک های جامعه جهانی برای افغانستان را موقتی میخواند و از سیر نزولی آنها سخن میزند، اما تاکید میکند که کشورها و نهادهای مددرسان باید برای پروژه های کارآفرین تمرکز کنند. اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارش ماه اکتبر خود اعلام کرده که آمریکا در سال جاری مالی بیش از 885 میلیون دلار کمک بشردوستانه به افغانستان در نظر گرفته که از این میان اداره توسعه بین المللی آمریکا 280 میلیون دلار را برای برنامه جهانی خوراک به خاطر پشتیبانی از افغانها کمک نقدی انجام داده است. از سوی هم سیگر به علت کاهش کمک‌های آمریکا در پیشنهادی به کنگرس و اداره مدیریت بودجه ایالات متحده توصیه کرده که فعالیت‌های سیگر سر از 30 سپتامبر 2025 میلادی در افغانستان متوقف شود. هرچند میزان اثرگذاری که چقدر روی اقتصاد افغانستان تاثیر گذاشته نیازمند تحقیق است تا دیده شود که به کدام پیمانه تاثیر گذاشته و آیا تاثیرات پایدار بوده برای شاخص‌های اقتصادی یا خیر، ولی در مجموع نظر به اینکه افغانستان با میزان فقر بسیار گسترده و میزان بیکاری بسیار بلند مواجه است، شاید این کمک ها در کل در مقایسه به نیازمندی ها بسنده نبوده باشد. با این حال وزارت اقتصاد میگوید که با توجه به کاهش کمک ها و موقتی بودن این کمک به افغانستان، امارت اسلامی تلاش میورزد تا با روی دست گرفتن پروژه های کارآفرین اقتصاد خانواده ها را تقویت کند. له اقتصادي اړخه سره له دې چې د اقلیمي بدلونونو تر څنګ د مالي محدودیتونو د نړیوالې ټولنې لخوا د پراختیا مرستو په ټپه درېدلو د اسعاري زیرمو د کنګل کېدو او د بشري مرستو د کمیدو سره مخامخ وو، خو بیا هم له اقتصادي اړخه د لاسته راوړنو شاهدان یو. دا چې بشري مرستې لنډمهاله او موقتي دي، د بهرنیو بنسټونو او هیوادونو څخه غواړو چې په اساسي حل لارو تمرکز وشي. با این وجود برخی از آگاهان نیز بر تداوم کمک های سازمان ها و کشورهای مددرسان از جمله آمریکا به افغانستان تاکید می ورزند. گزارش سیگر در مورد توقف فعالیت هایش تا سال آینده در افغانستان می تواند یک نوع فشار بر حکومت فعلی افغانستان باشد. بنان در صورت تداوم کمک های بشری ایالات متحده آمریکا در افغانستان می تواند به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان و به خاطر کاهش فقر در افغانستان کمک بکند. بر بنیاد گزارش سیگر، از زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، ایالات متحده 21.6 میلیارد دلار را برای کمک به افغانستان و پناهندگان افغان اختصاص داده که از این میان حدود 3.33 میلیارد دلار کمک های بشری و انکشافی به افغانستان ارائه شده است. شمار از متقاعدان بار دیگر از بهره پرداخت نشدن حقوقشان دست به گرد همایی زدند. این متقاعدان که در روبروی خزینه تقاعد گرد آمده اند میگویند فصل زمستان در حال رسیدن است و آنان با چالش‌های فراوانی روبرو. اما امارت اسلامی تا اکنون به تازگی درباره پرداخت حقوق متقاعدان چیزی نگفته. این خانه است که محمد عمر یکی از متقاعدان و خانواده‌اش در گوشه از پایتخت روز و شبشان را با 1001 مشکل سپری می کنند. محمد عمر مرد کهنسال است که با ورق زدن اسنادهایی به دست داشتهش درباره چالش ها و نگرانی های خود از بهره پرداخت نشدن حقوق متقاعدیش سخن می زند. متقاعد نباغ لری، نمزک لری، نکور لری،
موږ اولادار یو اولادونه موږ کارته نه پرېږدي نه کار شته او موږ خپله خوشپینګیر یو اوس خو ما له لاسه نه کار کېږي نه مې مزدوري له لاسه کېږي نه کوم باغ لرمه نه مځکه لرمه. در سوی دیگر برخی دیگر از متقاعدان بار دیگر با گرده همایی کردن در روبروی خزینه تقاعد در انتظار خبر از بهره پرداخت حقوق تقاعدی شان هستند. مدت 4 سال میشه که ما این همینجا همسو بازیری میتیم تا شاد دیگر شامه و در کسی نیست که صدای ما را بشنوه و حالت خود ما و همیال اگر به فامیلای ما کس مراجعه کنه بیا ببینه که با یک لغمانان ما نداریم که بخوریم. اینی 4 سال از که زمستان میرس سر متقاعدین کلشان این همه تو دمی حالت وضع خراب پارسال هم به چوب تیر کرد کل مردم نه چوب خریده میتانه نه دیگه قرضدار فرضدار تکه تکه شده کل مردم. اما مسئولان در امارت اسلامی به تازگی درباره پرداخت حقوق متقاعدان چیزی نگفتند. شمار از فروشندگان لباس دست دوم در پایتخت از جنب و جوش کاروبارشان در این روزها ابراز خرسندی میکنند. برخی از این فروشندگان میگویند در آستانه رسیدن فصل سرما فروشاتشان نسبت به فصلهای دیگر پررنگ میشود. همزمان با این شمار از باشندگان پایتخت علت خریداری لباس های دست دوم را قیمت کم و کیفیت خوب این لباس ها عنوان میکنند. لباس های دست دوم، لباس هایی که این روزها به گفته برخی از فروشندگان خریداران بیشتری پیدا کرده است. شماری از فروشندگان لباس های دست دوم در پایتخت می گویند که با رسیدن فصل سرما فروشاتشان نسبت به فصل های دیگر سال پررنگ می شود و از کاروبارشان این روزها ابراز خرسندی می کنند. در فصل زمستان که میشه از نسبت به بار کاروبار ما خوبتر میشه، مشتری ما زیادتر میشه، مردم جمع جوشش خوب می باشه. بار کس و قدر کاروبار نمی باشه، او قدر که زمستان کاروبار است و بار نیستن. شماری از باشندگان پایتخت که به علت خریداری لباس های دست دوم یا لیلامی به این بازار آمدن می گویند که قیمت کم و کیفیت خوب این لباس ها سبب شده تا از اینجا خریداری کنند. واسه توان دیر نداریم که بریم در فروشگاه بزرگ و خریداری کنیم، همی اقتصادی است با ما. کاروبارون کمزوری دی او عموما په بازارونو کې یا په نورو دوکانونو کې هم پروشانو کې همدغه سوداګان یا د شه دي ضرورت سامان سي دغه په لوړ قیمت سره پیدا کیږي. همزمان با این شمار دیگر از فروشندگان این لباس ها ظاهرا به علت نبود کار و بارشان شکایت دارند. سابقه خوب بود کاروبار، حالا کم کاروبار کم است، مردم پریشان است، کم پیسه است دیگه، فقر و بیچارگی سر کلگی. بیکاری، اقتصاد ضعیف در کنار قیمت کم و کیفیت خوب این لباس ها سبب شده تا مردم زیادی در فصل سرما از بازارهای لباس های دست دوم یا لیلامی دیدن و خریداری کنند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید این وزارت گیاهان چون زعفران، هنگ، پنبه، زغر، آلویرا و کنجد را به عنوان جایگزین کشت کوکنار به کشاورزان توزیع کرده. سخنگوی این وزارت تاکید میکند که پس از فرمان رهبر امارت اسلامی درباره منع کشت کوکنار، در حال حاضر کوکنار در هیچ منطقه افغانستان کشت نمی شود. با این حال برخی از کشاورزان خواهان پشتیبانی بیشتر امارت اسلامی در زمینه کشت بدیل هستند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید که پس از فرمان رهبر امارت اسلامی درباره منع کشت کوکنار، این وزارت به هدف پشتیبانی از کشاورزان در سراسر کشور، گیاهان طبی، تیلی و اقتصادی را به هدف کشت بدیل کوکنار به کشاورزان توزیع کرده و این پروسه را نیز ادامه میدهند. سخنگوی این وزارت میافزاید که برخی از باغ‌های میوه‌های سیتروس را نیز به کشاورزان در ولایت‌های مختلف ایجاد کرده و برای کشاورزان برنامه‌های گوناگون آموزشی را نیز راه‌اندازی کرده. و طبی بوټو کې لکه هینجا یا هینگا او دغه رقم نور په اقتصادي بوټو کې لکه زعفران او الویرا او دغه رقم د سیتروس باغونه چې د باغاتو په برخه کې ډیره ګټه کوي او دغه رقم چې د شاتو مچۍ دپاره ډیره ګټه کوي لکه د بیرې باغونه، دا هغه څه دي چې د بدیل کښت په موخه باندې ورته متعارف شوي دي. از اینکه افغانستان یک اقلیم خیلی خوب داره، اکثریت کشتها را من حیث کشت بدیل میتونیم ما به مواد مخدر ارائه کرده باشیم، مثل زعفران، شیرین بویه، پسته، بادام، چارمغز، انگور، انار و غیره. کشتها هر کدامشان در نوع خود میتونه که
در بالندگی و پویای اقتصاد سهم برازندی خود داشته باشه و یک کشت خوب بدیل میتونه اینا باشه. برخی از کشاورزان که پیش از فرمان رهبر امارت اسلامی کوکنار کشت میکردند، خواهان پشتیبانی بیشتر امارت اسلامی در رشد و توسعه زراعت هستند. وی وقت مسلمان غنم در کوکنار مقابل که نور شی در کو او تاش تاریک مکر نور مواد مخدر کارونه مکوی اغه هم ترمر تر وس پر خو بس ګور سنه دی ور کړی کشت ګور سنه دی ور کړی مو مو دې تیږه سرګردان مون د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې مونږ ته د صحیح تخمونه راکړل شي، صحیح خورې د مونږ ته راکړل شي، په خپل وخت د مونږ ته راکړل شي. این در حالی است که پیش از این وزارت زراعت آبیاری و مالداری آمار داده بود که پس از منع کشت کوکنار در کشور نزدیک به 100,000 تن تخمهای اصلاح شده بذری و 200,000 تن کود کیمیاوی را در همکاری با نهادهای داخلی و خارجی برای کشاورزان در سراسر کشور توزیع کرده است. وزارت مالیه از مسترد ساختن 60 تانکر تیل به کیفیت از 3 بندر کشور در یک هفته گذشته خبر می‌دهد. بر بنیاد اطلاعات این وزارت، این مقدار تیل پس از تثبیت کیفیت از بنادر ابو نصر فراهی نیمروز و هرات به کشور مبدا برگشتانده شده اند. وزارت مالیه یک هفته پیش نیز از برگشت دادن 128 تانکر تیل از 3 بندر کشور خبر داده بود. سخنگوی وزارت مالیه میگوید آنان برای جلوگیری از واردات تیل به کیفیت به گونه جدی اقدام میکنند. یوازې تیر هفته 16 ټانکر بې کیفیته نفتي مواد مسترد او بیرته ګرځولي دي، چې په دې منځ کې 28 ټانکر د نیمروز د ګمرک څخه مسترد شوي، 40 ټانکر نفتي مواد د فراه د ابو نصر فراهي ګمرک څخه مسترد شوي، او 12 ټانکر د هرات د ترغونډۍ بندر څخه مسترد او بیرته ګرځول شوي دي. باشندگان ولسوالی و رس بامیان از دسترسی نداشتن خانواده های زیاد به خدمات درمانی در این ولسوالی ابراز نگرانی میکنند. به گفته آنان کمبود امکانات، دور بودن مرکزهای درمانی و سردی هوا همواره جان بیمارانشان را با تهدید مرگ روبرو میسازد. اما رئیس سهتامه بامیان کوهستانی بودن و پراگندگی خانواده ها در این ولسوالی را یک چالش جدی به هدف رسیدگی به خدمات درمانی در این ولسوالی میداند. ولسوالی ورس یکی از دورترین و بزرگترین ولسوالی های بامیان است که در جنوب غرب مرکز این ولایت موقعیت دارد. صدها خانواده که در گوشه و کنار این ولسوالی زندگی می کنند به خدمات درمانی دسترسی ندارند و ناگزیر هستند که به هدف درمانی بیمارانشان فاصله های زیادی را بپیمایند. به گفته برخی باشندگان این ولسوالی، در فصل زمستان و سرمای هوا به علت دور بودن مسیرها به مرکزهای درمانی و کمبود امکانات، بیمارانشان هر از گاهی با تهدید مرگ روبرو می شوند. خدمات خیلی دسترسی دور داریم. خیلی زیاد مشکلات در زمستان، خیلی زیاد در مشکل می‌خوریم. در غیر از ساعت ها را ماریم. دیگم در پیاده که دست نمیتیم. ولی موتر هم دسترس هم نیست. امبولانس هم ندارد اینجا. کدام مریضی که پیش بیه ما دسترسی در دکتر و چیزا نداریم در کلینیک دیگه از دیست متلف میشه. از دیست برف و باریش و رای بعد. ولی ما خیلی در مشکل هستیم. صحه از ما خیلی در مشکل، زیاد در مشکل است در کلینیک، در شفاخانه و ورس خیلی ما زیاد را داریم. رئیس سهتامه بامیان چالش های خدمات درمانی در این ولسوالی را میپذیرد، اما میگوید که کوهستانی و پراگنده بودن این خانواده ها در ولسوالی ورس رسیدگی به چالش های بهداشتی را دشوار ساخته است. یک ولسوالی بسیار کوهستانی است، فامیلا به شکل پراگنده زندگی میکنن. ما واقعا با چالش و مشکلات مواجه هستیم. این ایمال ما داریم که ولادت های خانگی انجام داده میشه، توسط دایه های محلی انجام داده میشه. این در حالی است که پیش از این باشندگان ولسوالی های پنجاب، یک کولنگ و سیغان ولایت بامیان نیز از دوری مسیرها و کمبود خدمات درمانی ابراز نگرانی کرده و از مسئولان خواسته بودند تا به این چالش ها رسیدگی کنند. ساختمان یک مکتب در شهر زرنج مرکز نیمروز که به هزینه نزدیک به 300 هزار دلار آمریکایی از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ساخته شده به بهره برداری رسید. به گفته مسئولان با بهره برداری ساختمان این مکتب برای نزدیک به 950 دانش آموز سرپناه مناسب و معیاری فراهم شده. دانش آموزان میگویند پیش از این در خانه های کرایی آموزش میدیدند و با چالش های زیادی روبرو بودند. این مکتب با داشتن 16 صنف آموزشی و 4 اتاق اداری در 2 طبقه در روستای مهاجرآباد شهر زرنج مرکز نیمروز ساخته شده است. ساخت این مکتب 289,000 دلار آمریکایی هزینه برداشته که از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان پرداخت گردید.
اداره کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان تلاش دارد در ساعات دیگر افغانستان نیز مانند این مکتب پروژه های دیگر را به بهره برداری برساند. در جنسیت داده مکتب چی دی در شزینه و دی در شزینه و شوانزی ده او تا در این چلگی پوری بیام مالوکان هم لری چی هلوکان پاغذای که دست و ای روزمره او پرسنل داده استازان یا دول ستن استازان داری او دو تن اجران داری. شمار دانش آموزان این مکتب به 937 تن می رسد که پیش از این در خانه های کرایی آموزش می دیدند و با چالش های زیاد روبرو بودند. و از پخوام پسرو کوچه که مرد در سال و سم ششک مکتب لرو ششک نزون لوشا شر کتاب کتاب و زای لرو شر کپان زای لرو دیر خوشاره پخوام ده مشکلات دلوش شاق و تگرد اشخار و مات و ریگ و اخوته اوز دان مکتب جور سو نمات سو نشیست و سم مکتب دی سم چوکیان دی پاک چوکیان سم مکتب دی مدیر خوشحالی دی اوز دختای شکر و کار رو چه مکتب موش پا کلی کی دی و دیر و سای و دیر رازی و دیر مشکلات مو کم سوی دی خو یو زی بل زی بی انتکال اول بارا وز و خوشحالی داره تا مکتب نجدی دی راتن و سای و مر و سای هم کشنن و سای دی هم جون مو سای دی ارسال بر بنیاد آمار مسئولان محلی هنوز هم 15 مکتب در نیمروز ساختمان ندارد و دانش آموزان در خانه های کرایی و در زیر خیمه ها آموزش می‌بینند. یک برنامه فرهنگی ادبی و مشاعره از سوی ریاست اطلاعات فرهنگ ارزگان در ولسوالی چوره این ولایت برگزار شد. در این برنامه به شمول مسئولان محلی ده‌ها تن از شاعران، نویسندگان و باشندگان محلی نیز شرکت کرده بودند. این برنامه مشاعره از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ارزگان با حضور شمار از شاعران، نویسندگان، علاقمندان شعر و ادب به شمول مسئولان محلی در ولسوالی چوره این ولایت راه اندازی شده است. شمار از شاعران در این برنامه شعرهایشان را که درباره وطن دوستی، اتحاد و اعتقادات اسلامی سروده بودند، به خوانش گرفتند. شماره از باشندگان ارزگان راه اندازی این گونه برنامه های فرهنگی ادبی را در بخش های رشد فعالیت های فرهنگی در کشور سودمند می دانند. اطلاعات و فرهنگ محترم رئیس را سخن مهی نداره چه پا همگی و رز در هر کار پر جریان که در مشاعره مشتا دلتا یوم نمونه اقمت سیموز را مشاعره خواندن موسو بسی مشاعره جوړول په واقعیت سره د ادب د مینوال لپاره یو ستر زیری دی او ډیره ښه خبره ده تر څو دلته چې کوم فرهنګ پالان او کوم ادیبان دلته شتون لري ترانه خوانان نعت خوانان همداسې د شعر مینوال هغوی هغه خپل د زړه غوښتنې پر ژبه باندې راولي او ولس ته یې وړاندې کړي. ریاست اطلاعات و فرهنگ ارزگان میگوید که پشتیبانی خود را از راه اندازی این گونه برنامه های ادبی فرهنگی در این ولایت ادامه می دهد. این در حالی است که پیش از این گونه برنامه های فرهنگی ادبی در شمار دیگری از ولایت های کشور نیز راه اندازی شده بود و مورد استقبال علاقمندان شعر و ادب قرار گرفت. در سال روان خورشیدی 209 پروژه انکشافی از سوی مؤسسه ها و حکومت سرپرست در ولایت پکتیا منظور و برای صدها تن نیز فرصت های کاری فراهم شده، اما باشندگان ولایت پکتیا خواستار عملی سازی پروژه های انکشافی بیشتر در این ولایت هستند. در سال روان خورشیدی 178 پروژه به هزینه 10 میلیون دلار از سوی مؤسسات در بخش های گوناگون ولایت پکتیا و 31 پروژه دیگر به هزینه 510 میلیون افغانی از بودجه حکومت سرپرست منظور شده است که برخی از آنها تکمیل و کار بالای برخی دیگر آن همچنان ادامه دارد. رئیس اقتصاد پکتیا میگوید که در این پروژه ها به هزاران تن نیز فرصت های کاری فراهم شده است. 1510 میلیونه حتی لکه شپږ نوي زره او یو سل او څلور څلوېښت روپۍ په اندازه باندې سپدي کې
ټول مهم پروژې دي، ځینې تک نصیب دي، ځینې تر کار لاندې دي. او تقریبا یو سل او اته اویا پروژې د موسساتو د ملمتحې د ادارو لخوا شکه منظوره شوي دي. از سوی دیگر باشندگان پکتیا عملی شدن این پروژه ها را در این ولایت بسنده نمی دانند و خواهان عملی سازی پروژه های انکشافی بیشتر هستند. غواړو چې موږ ته غټ کار وسي، آینده یې په اړه دا خلک مصروف سي، خلک بیکاره دي، غټ غټ کارونه موږ ته باید وسي، دا پروژې کار وسي او خلکو ته هم معاشیت پیدا کیږي او هم روزګار پیدا کیږي خلکو ته. نو په دې باندې خو ټول خلک خوشحاله دي. په آینده که موږ دا غواړو چې غټه غټه پروژې باید دوی عملي کړي، لکه د مشالغو بندونه، د سنور بندونه چې دي، خلک به ورسره مصروف وي. زمستان هم ما یک چیز عاید برای نفقه اولاد ما پیدا میشه و کارم برای مردم زیاد میشه. اما مسئولان محلی پکتیا میگویند که بر اساس برنامه ها در سال پیش رو پروژه های انکشافی بیشتر در این ولایت را عملی خواهند ساخت. به این ترتیب اینجا رسیدیم به پایان خبر ده. از همراهی شما سپاسگزارم. شب بخیر.